سلام، به برنامه آموزشی ابتدایی تصدیقنامه مدیریت تدارکات خوش آمدید. مضمونی را که امروز خدمتتان ارائه می گردد، مضمون اسناد داوطلبی می باشد. فصل چهارم درخواست نرخگیری بوده. هدف فصل: در اخیر این فصل شما با بخشای کلیدی درخواست نرخگیری که توسط اداره تدارکات ملی صادر گردیده آشنایی حاصل می نمایید. درخواست نرخگیری: درخواست نرخگیری یک روش ساده و سریع تدارکاتی می باشد. استفاده از این روش مفید است، اما باید با احتیاط استفاده شود. اصولاً درخواست نرخگیری از گروه کوچک عرضه کنندگان نمی توانند من حیث یک روش رقابتی تدارکاتی در نظر گرفته شود. مثلا عرضه کنندگان ممکن در مورد قیمت گذاری توانی کرده و در مراحل نرخگیری به نفع آنها و به ضرر منافع اداره تدارکاتی دستکاری صورت گیرد. همچنان در معرض سوی استفاده و فساد در داخل اداره تدارکاتی قرار دارد، چون کارمندان اداره ممکن است نرخها را از عرضه کنندگان بخواهند که با آنها از قبل رابطه تجارتی، اجتماعی یا فامیلی داشته باشند. زمانی که معلومات عمومی در مورد روش درخواست نرخگیری ارائه گردید، حال خدمتتان حالات بیان می‌گردد که در آن از روش درخواست نرخگیری استفاده می‌شود. در کدام حالات از درخواست نرخگیری استفاده می‌شود؟ استفاده از روش درخواست نرخگیری در حالات ذیل مفید است. زمانی که اداره تدارکاتی می خواهد مقادیر کوچک اجناس آماده و موجود را ترتیب نمایند، زمانی که اداره تدارکاتی می خواهند اجناس دارای معیارات ارزان قیمت را ترتیب نمایند، یا اداره تدارکاتی می خواهند امور ساختمانی با ارزش کم را اجرا نمایند به شرط اینکه خطر ناکامی قرارداد بسیار پایین باشد، یا اداره تدارکاتی نیازمندی ترتیب مواد برای پروژه های اضطراری و عملیات های کمکی ضروری باشند. استفاده از این روش باید به موارد محدود شود که توجیه استفاده از آن قابل بحث نباشد. هرگاه آلاتی که در آن از روش درخواست نرخگیری استفاده می شود تشریح گردید، حال طرز استفاده از سند درخواست نرخگیری که استفاده می شود ارائه می گردد. طرز استفاده از روش درخواست نرخگیری چی نوی می باشد؟ طرز استفاده از روش درخواست نرخگیری حکم 19 طرز العمل تدارکات طور بیان می نماید. اداره تدارکاتی می تواند از روش درخواست نرخگیری در حالات استفاده کند که ارزش تخمینی تدارکات از حته صلاحیت پولی تعیین شده در ماده 63 قانون تدارکات تجاوز نکنند. سند درخواست نرخگیری بعد برای تمام داوطلبان موقعیت، تاریخ و زمان ارائه نرخها، مقدار، کیفیت، نیازمندی ها، تاریخ تحویل و سایر الزامات مشابه را معین کنند. درخواست نرخگیری باید حداقل از 3 عرضه کنندگان واجد شرایط دریافت گردد. داوطلب باید به صورت رسمی یک نرخ واحد را طور کتبی در مدت معینه ارائه نمایند. نرخ دریافت شده نباید تعدیل شود یا تحت مذاکره قرار بگیرد. جواز تجارتی و سایر اسناد مورد ضرورت داوطلب باید با درخواست ضمیمه شده و از طریق فکس، ایمیل یا هر شکل دیگر ارتباطی که ریکارد آن به جای بماند ارسال شود.
داوطلبی که نازلترین نرخ را ارائه و مندرجات درخواست نرخگیری اداره را تکمیل نموده باشد به حیث برنده انتخاب می گردد. بعد از تهیه وجوه و تصمیم آمر اعطا، شعبه تدارکات امر خریداری را تهیه و به داوطلب پیشنهاد شده ارسال می نماید. قبولی امر خریداری طور کتبی از جانب داوطلب برنده حیثیت قرارداد مربوط را داشته و ایجاب قرارداد جداگانه را نمی نماید. تشریح اقلام درخواست نرخگیری. اداره بعد به صورت کتبی درخواست نرخگیری را صادر نماید و شرح مقدار اجناس، خدمات یا امور ساختمانی مورد نیاز را بیان کند. موارد ذیل حین درخواست نرخگیری بعد مد نظر قرار داده شوند. طبق حکم 13 طرز العمل تدارکات برای بیان نیازمندی اجناس و خدمات غیر مشورتی استفاده نمایند. مطابق حکم 14 طرز العمل تدارکات برای بیان نیازمندی امور ساختمانی استفاده صورت گیرند. مطابق حکم 15 طرز العمل تدارکات برای بیان نیازمندی خدمات مشورتی استفاده صورت گیرند. طرز تسلیمی و محتویات درخواست نرخگیری. عرضه کنندگان نرخهای خود را به صورت کتبی ارائه نمایند. معمولا تضمینات آفر یا حسن اجرای کار ضرورت نیست. حکم 20 طرز العمل تدارکات در مورد محتویات درخواست نرخگیری باید مد نظر داشته باشید. بخش های سند درخواست نرخگیری اجناس کدام ها اند؟ بخش های درخواست نرخگیری اجناس. بخش های اصلی درخواست نرخگیری اجناس باید حاوی معلومات ذیل باشد. 1. معلومات عمومی. 2. جدول فهرست اجناس و نرخ‌ها. 3. مشخصات تکنیکی اجناس مورد ضرورت. 4. اسناد مورد نیاز هنگام ارائه نرخ‌ها، مثلا جواز تجارتی معتبر، تصدیقنامه مالیات معتبر اگر قابل تطبیق باشه، مکتوب صلاحیت تولید کننده اگر قابل تطبیق باشه. 5. شرایط و مدت نافذ بر ترتیب اجناس و پرداخت پول. 6. ارزیابی نرخ‌ها، بررسی نرخ‌ها و معیارات اعطا. 7. تصحیح اشتباهات. زمانی که بخش‌های درخواست نرخگیری اجناس ارائه گردید، حال بخش‌های درخواست نرخگیری امور ساختمانی ارائه می‌گردد. بخش‌های سند درخواست نرخگیری امور ساختمانی کدام‌ها اند؟ بخش‌های درخواست نرخگیری برای امور ساختمانی. درخواست نرخگیری برای امور ساختمانی باید دارای معلومات ذیل می باشد. 1. معلومات عمومی. 2. جدول امور ساختمانی و قیمتها. 3. معلومات در مورد تجهیزات داوطلب. 4. اهلیت کارمندان کلیدی پیشنهاد شده. آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خوش ضمیمه می نمایند. جواز تجارتی، نمبر تشخیصی تصدیق شده وزارت مالیه، اجازه نامه تولید کننده در صورت لزوم. 5. شرایط تدارک و پرداخت. 6. روش ارزیابی درخواست ها و اعطای قرارداد. 7. تصحیح اشتباهات. هرگاه بخش های درخواست نرخگیری تشریح گردید، حال مقایسه نرخهایی که توسط داوطلبان ارائه شده بیان می‌گردد. مقایسه نرخ‌ها. نرخ‌ها باید با هم مقایسه شوند. به اساس جزء 4 حکم 19 طرز العمل تدارکات، درخواست‌های نرخ‌گیری باید حداقل از 3 داوطلب واجد شرایط درخواست و دریافت شود. هر داوطلب باید یک نرخ واحد را ارائه نماید و بعداً مذاکره در مورد آن مجاز نیست. به اساس جزء 5 حکم 19 تدارکات،
طبق معمول در این روش نازلترین نرخ ارائه شده بعد انتخاب شود و جزء افت حکم 20 طرز العمل تدارکات به اداره تدارکاتی صلاحیت می دهد نرخ را انتخاب کند که مناسب ترین قیمتی که نیازمندی های مندرج در درخواست نرخ گیری را برآورده می سازد ارائه کرده باشد. هرگاه مقایسه نرخ های ارائه گردید، حال قراردادی که در روش درخواست نرخ گیری استفاده می شود تشریح می گردد. قرارداد بعد از این که داوطلب برنده انتخاب گردید و آمر عطا سپردن قرارداد را منظور کرد، کارمند تدارکاتی یک امر خریداری را به داوطلب انتخابی ارسال می نمایند. امر خریداری اساس قرارداد میان اداره و داوطلب را تشکیل می دهد. یعنی قرارداد دیگر نیاز نیست که عقد شود، چون شرایط و مدت قرارداد از قبل من حیث بخش از درخواست نرخ گیری طبق حکم 20 طرز العمل تدارکات بیان گردیده است. زمان که قرارداد در روش درخواست نرخ گیری ارائه شد، حال یادداشت هایی که باید نگهداری شود تشریح می گردد. یادداشت اعطا کدام یادداشت ها باید در روش درخواست نرخ گیری باید نگهداری شود؟ اداره تدارکاتی باید تصمیم بر اعطای قرارداد و دلیل آن را یادداشت و برای مرور و تفتیش در هنگام ضرورت حفظ و نگهداری کند. معلومات ثبت شده حاوی لیست داوطلبان دعوت شده برای ارائه نرخ و لیست نرخ های دریافت شده و دلیل تصمیم بر اعطای قرارداد به یک داوطلب را به صورت واضح باید بیان نمایند. در این فصل به موضوعات آتی اشاره گردیده: حالاتی که از درخواست نرخگیری استفاده می شود، طرز استفاده از درخواست نرخگیری، طرز تسلیمی درخواست نرخگیری، بخش های سند درخواست نرخگیری اجناس و امور ساختمانی، مقایسه نرخ ها، سند قرارداد در روش درخواست نرخگیری و یادداشت هایی که باید در این روش نگهداری شود بیان گردیده. قبل از این که به ارائه درس فصل دیگر بپردازیم، ما ارزیابی خودی و تمرینات گروهی داریم. تمرین اول: وزارت می خواهد اجناس زیل را با استفاده از درخواست نرخگیری تهیه نمایند. 20 پایه کامپیوتر دسکتاپ، 10 پایه کامپیوتر لپتاپ، 10 پایه پرینتر لیزری همراه خدمات بعد از فروش، نوسازی اتاق کامپیوتر با سقف‌های جدید، لیندوانی و رنگمالی. در سند نرخگیری معیاری معلومات مرتبط توسط اداره و داوطلب را درج نمایید. تمرین دوم: انستیتوت تدارکات ملی به اعمار تشنابهای دستشویی بیشتر نیاز دارد که قیمت تخمینی آن 400 هزار افغانی می باشد. از شرطنامه معیاری مربوطه که توسط اداره تدارکات ملی ترتیب شده استفاده کنند. معلومات مرتبط توسط اداره و داوطلب را درج نمایید. تمرین سوم: به شرطنامه معیاری مراجعه کنید و اسناد زیل را ترتیب نمایید. اعلان داوطلبی، صفحه معلومات داوطلبی، شرایط خاص قرارداد، تمام معلومات مورد ضرورت برای پروژه صد اراده و سایت نقلیه وزارت وای مطابق پلان را با استفاده از روش داوطلبی باز داخلی تدارک کنید. تمرین چهارم: به شرطنامه معیاری برای خدمات غیر مشورتی مراجعه کرده و به سوالات زیل جواب دهید. مشخصاتی که هنگام تدارک خدمات غیر مشورتی باید در نظر گرفته شوند کدام ها اند؟
معلوماتی که بعد در مورد تدارکات خدمات غیر مشورتی به داوطلبان داده شود کدام ها اند؟ جوابات تمرینات ارزیابی خودی به ایمیل ادرسی که با شما در اسناد شریک ساخته شده ارسال کنین. تشکر که این ویدیو را دیدین و شنیدین. امیدوار هستم که برایتان مفید واقع شده باشد.